با بهترین درودها بر شما هم میهنان ارجمندم در همه جای جهان خاصه در جای جای میهن عزیزمان ایران زمین برنامه امشب صفحه یک ورق تازه ای از دفتر نوپدید مطالبات ایرانیان در سایر مناطق کشور از تواران مختلف در پهندشت میهن میباشد که میخوانیم و میکاویم موضوعاتی همچون چرایی رشد فضاینده ایرانیان ساکن در برخی از استانهای غیر مرکزی همچون کردستان ایران که این روزها خبرهای زیادی نیز در رسانه ها از تصویب و اعمال حق آموزش زبان مادری در مراکز آموزشی ضمن اینکه همزمان موجب خوشنودی کوشندگان و کنشگران کرد ایران شد اما سوالات زیادی نیز در افکار عمومی و اذهان روشنفکری ایجاد کرد که چگونه نظام جمهوری اسلامی پس از در واقع گزار دهه نزدیک در آستانه چهر چهارمین دهه و با آن همه نگاه امنیتی که به کردستان داشت این میزان گشایش در اعطای حق و حقوق همیهنان ایرانی ساکن در سایر مناطق میپردازد آیا زایش و رویش گفتمان مطالب محور و مدنی جمهوری اسلامی را به انعطاف واداشت؟ پرچمداران و پیشتازان این عرصه چه کسانی هستند؟ آیا اعطای حقوق اقوام ایرانی یک چالش است یا تهدید و یا فرصت امشب در 20 دقیقه پیش روی در گفتگو با مهمانمان که از پیشتازان پیگیری خاص حق آموزش به زبان مادری در دانشگاه های کشور بود میخوانیم خانش های تازه از رشد مطالبات ایرانیان به تناسب نیازهای زمان تا آن هنگام با ما باشید و بنشینید به خانه باز خواهیم گشت نخست مروری خواهیم داشت بر آخرین تحولات زبانی در استان کردستان ایران پس از دو سال استقرار دولت میان روی روحانی که یکی از وعده هایش همانا امکان آموزش زبان مادری برای شهروندان مناطق بود و صد البته نه امکان آموزش به زبان مادری همینک برای آشنایی بیشتر به موضوع چند خبر مهم و مرتبط در طول هفته های گذشته که منتشر شده بود مرور می کنیم و بعد با مهمانمان خواهیم بود ادبیات کردی در مدارس استان کردستان تدریس می شود رشید قربانی مدیر کل آموزش و پرورش استان کردستان گفت با مجوزی که از وزارت خانه ی آموزش و پرورش دریافت کرده ایم حدود یک سوم از کتاب ادبیات فارسی پایه اول تا سوم دوره متوسطه به مطالب کردی اختصاص می یابد. آقای قربانی گفت که مطالب کردی که بناست به کتابهای فارسی اضافه شود در حال تدوین هستند. ایشان پیش بینی می کرد که آموزش این کتابها از سال تحصیلی 95 تا 96 در مدارس استان کردستان آغاز شود. و اما در سوی دیگر ماجرا مسئولان دانشگاه کردستان از راه اندازی رشته زبان و ادبیات کردی در این دانشگاه و پذیرش دانشجو در این رشته برای سال تحصیلی آتی خبر داده ان. به گفته بختیار سجادی رئیس شورای راه اندازی رشته زبان و ادبیات کردی در دانشگاه کردستان تدریس این رشته با پذیرش چهل دانشجوی روزانه از مهر ماه سال 94 آغاز می شود. آقای سجادی به سایت کورت پرس می گفت این رشته با موافقت وزارت علوم تحقیقات و فناوری ایجاد شده و در مقطع کارشناسی در قالب 136 واحد درسی ارائه می شود. رشته زبان و ادبیات کردی برای اولین بار در دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری سال 94 در کنار زبان و ادبیات عربی و فارسی قرار گرفته است همزمان که خبر راه این رشته در صفحه فیسبوک منصوب به حسن روحانی رئیس جمهور ایران منتشر شد در سوی دیگر ماجرا برخی از کارشناسان نیز از روند رو به رشد وعده های قومی هویتی از سوی سران جمهوری اسلامی بدون برنامه مشخص ابراز نگرانی می کنند و موجی از مخالفت ها در شهر شبکه ها ایجاد گردید و آن را زمین ساز نوعی جدایی سری باشندگان ایرانی در نواحی مورد اشاره می شمرند. از جمله آقای سالار سیف الدینی کارشناس ارشد حوزه تاریخ سیاسی اقوام ایران و آسیای میانه نسبت به این طرحها هشدار میدهد و میگوید مسئولین استان کردستان اخیرا دوست دارند که مردم و دولت را در برابر عمل انجام شده قرار دهند این شیوه یک بار شده است و با تکرار آن نوعی تمسخر افکار عمومی تلقی خواهد شد. درودی دوباره و اما مهمان برنامه امشب آقای سهراب کریمی از کنشگران مدنی کرد ایران است. که در پیگیری تحقق این مطالبه در دانشگاه های کشور نقش سنگینی داشتند تا جایی که متحمل تاوان زیادی همچون حبس و زندان و تبعید شدند. سهراب کریمی دانش آموخته کارشناس ارشد علوم سیاسی در دانشگاه تهران اهل قروه کردستان است که در نشریه دانشجوی آشتی در دانشگاه شروع به کار کرد و در تهران نیز از فعالین دانشجوی کرد بود در سال 1385 به همراه دیگر کنشگران دانشجویی نخستین تجمع دانشجویی مطالبه زبان مادری را راه انداخت و در سال 86 بعد از سخنرانی روز دانشجو به همراه چهار نفر از فعالین دانشجویی دستگیر و به مدت نزدیک سه ماه نیز در بند انفرادی 209 دو اوین حبس انفرادی گذران در سال 88 به دلیل تلاش برای تجمع به پشتیبانی جنبش دموکراسی خواهی ایران در کردستان دستگیر شد و پس از آزادی به دلیل فشارهای سنگین مأمورین وزارت اطلاعات آخرالامر ناگزیر به ترک کشور شد. همینک در کانادا مشغول ادامه تحصیل است که مهمان برنامه امشب ماست. ما خب جناب آقای کریمی درود و عرض ادب خوش آمدید به برنامه امشب صفحه یک در تلویزیون ایران فردا. تمایل دارید به زبان مادری به کردهای میهنمان سلام بدید و عرض داشته باشید. من سلام درم خدمت ایوا و بیننده ایوا و تایوت بیننده کرد دان که دیرن الان من دونن و همچنین سلام میکنم خدمت شما و بینندگان شما و ممنونم که این وقت در اختیار من قرار دادی خب آقای یک کریمی مقدمه رو دیدید و شنیدید این میزان تغییر روی کرده دولت روحانی نسبت به مقوله که خب پیشتر در واقع یک چالش امنیتی محسوب میشد ناشی از چیست به نظر خود شما چگونه تحلیل میکنه بر اساس تاریخ مبارزاتی که در کردستان بوده و برای اهداف و حقوقشان به هر حال تاریخی دارند علاوه بر این در دهه اخیر مبارزات مدنی و مطالبات مدنی و کردها هم در این مقوله جای میگیرد. علاوه بر این دو موردی که عرض کردم فکر کنم که تحولات منطقی و ناامیدی کردها بعد از روی کار آمدن آقای روحانی از سیاست های ایشان با توجه به این که کردها درصد بالای رأیدهندگان رای آقای روحانی بودند اما آقای روحانی هیچ توجهی به مطالبات کردها نکرد و این ناامیدی باعث شد که جریانات سیاسی کرد با دید انتقادی و به های آقای روحانی بنگرند و در واقع احساس خطری که نهادهای امنیتی از ناامیدی و علاوه بر اون فعالیت کردها داشتند من فکر می کنم که یه جورایی ناچار شدن که تن به خواسته های مدنی ها را بدن هرچند که این گام هایی که برداشته شده در راستای زبان کردی خیلی ناچیز است از مطالبات کلان ملت کرد که به هر حال در عرصه های گوناگون دیگر اجتماعی سیاسی و اقتصادی هم, هم باید پیگیر بشود چرا کردستان گمان نمی کنید حتی در اعطای حق آموزش زبان مادری خود این, خود این نیز دچار نوعی تبعیض شد تا جایی که برخی از منتقدین و ایرانیان آذری در نامه حتی گلایه کردن آیا به کردها به نظر شما امتیاز ویژه اعطا میشه اگر میشه به چه منظوری آیا مرتبط هست به بحران های منطقه ای؟ من فکر کنم که خواسته های و مطالبات ایران ده همه به اندازه هم سنگین نیستن بستگی به میزان مبارزات و حجم مبارزات و مطالباتی هست که بدنی اصلی جامعه کرد از سیستم سیاسی می طلبد. در این مورد ما باید بدونیم که کردها در به نسبت بقیه ایران بیشتر فعالیت کردن، بیشتر هزینه دادن و بیشتر گام برداشتن. این از یه روی کرد. روی کرد دوم این است که جایی که به نظر من جایی که آمادگی پذیرش مطالبات را دارد بیشتر کردستان هست و البته به نظر می رسد کردستان شروع اگر قرار باشد ادامه این پاسخ به مطالبات باشد شروع این ای شروع خوبی برای بقی ایران است گمان نمی کنید بعضا در پیگیری مطالبه حق آموزش زبان مادری نوعی افراد از سوی برخی از گروه های افراتی صورت می گیرد که تا حتی در واقع از مشروعیت اصل مطالبه کم می کنه مثلا می که می گویند ایرانیان کرد یا آذری یا بلوچ و سایر استان ها حتی حق مکالمه به زبان مادری رو نداره این در حالی است که خب همه ما از نزدیک مشاهده کردیم که چنین محدودیت هایی نیست و بیشتر نوعی بزرگ است فکر نمی کنی این موضوع نوعی ضربه هست به فرایند مدنی مطالبه؟ من عرض کنم خدمتان من این خبری که شما میگیم که تکلم به زبان کردی یا ترکی قدخن بوده در خیابان و مکانهای عمومی من نشدیدم اما در مواردی در مدارس گزارش ها ثبت شده که معلمین اجازه مکالمه به زبان کردی را به بچه ها ندادند این اما مواردی بوده ارز کردم ما میبینیم که در بعضی جاها حتی اگر آین نامه های آموزش براشم گفته که باید با زبان فارسی تدریس کنی کردها یا آزری ها خودشان با زبان ترکی دروس فارسی را یا با زبان کردی دروس فارسی را تدریس کردن این یه واقعیتیه اما من این خبری که تکلم باشه یعنی سیستمی باشه مثل مثلا همین گشت ارشاد که گیر بدن که کردی صحبت نکنی من ندیدم و نشنیدم به عنوان یک فعال کرد ایران که سالیانی نیز در جنبش کرد و نهادهای مدنی کار کردید و الانم کار میکنید ارزیابیتون از افق آینده این روند چگونه است یعنی ادامه خواهد داشت یا اصولا این موضوع نوعی نیاز برکشیده جمعی از کنشگران قومی هویتی است تا نیاز مردم که در واقع میخوان به نحوی اعمال فشار کنند به کلیت نظام جمهوری اسلامی در واقع نوعی ایجاد حفره بر نظام هدف هست بستگی به میزان مطالبات و قوی بودن جامعه مدنی در نه تنها کردستان و ایران در هر جای دیگری از جهان داره ببین سوال شما همونجوری که من شنیدم دو قسمت بود یه قسمتش در مورد اینه که تا چه حد اینها ادامه داره خب اگر از یه طرف جامعه مدنی همونجوری که عرض کردم قوی باشه و مطالبات مردم به صورت مدنی و سیستم سیاسی هم مجبور به پاسخگویی به مطالبات مردم باشه مطمئنا ادامه خواهد داشت و این بستگی به میزان انعطاف ساختار سیاسی هم دارد چنان که ساختار سیاسی اقلانیتی داشته باشد که پاسخ به مطالبات جامعه با و منعطف بودن باعث عدم شکنندگی در بدنه اصلی جامعه میشه مطمئنا مجبور به پاسخگویی خواهد شد اما من باید عرض کنم که مطالبات به زبان مادری بخشی از مطالبات جامعی هر ای هست که در عرصه های گوناگون است در عرصه فرهنگی سیاسی اجتماعی و اقتصادی که مطالبات به آموزش به زبان مادری و به زبان کردی بخشی از بخشی از مطالبات فرهنگی و خواسته های فرهنگی جامعه است و من فکر نکنم بزرگ نمایی باشد چون این که علاقمندی کورت کردها به زبان و فرهنگ خود این چیزی نیست که پوشیده بر کسی باشد ما می بینیم که کردها مشتاقانه موسیقی زبان اشعار و ادبیات خود را می خونند. حفظ می کنند. من خودم همینجا به شما بگم که بدون اینکه آموزش به زبان مادری شامل من باشد با علاقه خودم و دوستای دیگه و صدها کسی دیگه که من میشناسم خودشان کردی یا یاد گرفتن به خاطر علاقه به و دوست داشتن زبان مادریشون در همین راستا پیش بینی تا از استقبال شهروندان و یا طبقه خاصی از اخشار سنی مثل جوانان کرد چیه چون بعضا برابر انتشار برخی از گزارش ها مثلا در مقطعی نمونه مشابه موضوع بوده در یک از شهرهای آذری زبان صدا و سیما حتی بردم های خبری رو از تلویزیون به زبان آذری پخش میکرد تا جایی که شنیدیم برخی از خانواده ها خودشون اعتراض کردند یعنی به گونه علاقه داشتن که به زبان ملی و رسمی کشور فرزندانشان در انفوان کودکی و جوانی با موضوعات مهم کشور معنوس باشند من فکر نکنم هیچ انسانی و هیچ گروه انسانی با یک فرهنگی منکر و بدش بیا از آموزش و زبان خودش این یه مسئله روانشناسی اما اینی که میگیم مثلا در یه شهری ادعای اعتراض کردن که چرا به زبان مادری نیست فکر کنم شبیه این باشد که مثلا ایده بسیجی میرن اعتراض میکنن به حجاب که چرا دخترها حجاب ندارن و حکومت این را به حساب مطالبات مردم میدونه و باید مردم را مجبور کند به لباسی که سیستم میخواهد من فکر نکنم این چی درست باشه شاید یه موردی باشه یه موردی شما میتونید داشته باشید ولی این با در آذربایجان هم فکر نکنم که چنین چیزی عمومی باشه و در کردستان هم با توجه به شناختی که بنده از جامعه کردستان دارم و همچنین در شبکه های اجتماعی شما استقبال جامعه کردها از آموزش به زبان مادری را خیلی استقبال کردن از زبان مادری از آموزش به زبان مادری اما حتی این را هم کافی ندانستند که مثلا در دوره دبیرستان یک سوم کتاب ادبیات ادبیات آنها به زبان کردی اختصاص داشته داده بشه یا اینو تحقیر زبان کردی میدونند و فکر کنم که اگر سیستم آموزشی گام های بعدی را بردارد و عادلانه‌تر گام بردارد خیلی بهتر است وقت برنامه من رو به پایان است با سپاس از سهراب کریمی فعال مدنی و سیاسی مقیم کانادا تا درودی نو و ورق تازه از دفتر صفحه یک با موضوعی دیگر بدرود من هم از شما آقای عبازداده تشکر می کنم که این وقت در اختیار من قرار دادید و همین جور جای تشکر داره از تلویزیون ایران فردا که به این مسائل می پردازه و من اتفاقا یه برنامه دیدم به اسم سرزمین ما که مختص به مسائل ملیتها بود و حقوق ملیتها که, که واقعا جای تشکر داره این برنامه هاست که میتونه حرف هایی که باید زده بشه،, زده بشه و راهکاری به صورت جمعی برای مشکلات جامعه پیدا کنه